یه نکته وجود داره توی تقابل با دشمن. شما وقتی میدونی این مسیر و این جاده و این خاکریز، اون سمتش یک خاکریزه یا این جاده تهش میخوره به مواضع دشمن، شما دیگه نگاهتون به این جاده یک نگاه دیگه میشه. ولی این هم نیست که از جاده استفاده نکنید، درسته؟ شما بخوای حمله کنید و از اون جاده استفاده کنید دیگه. وقتی میخوای از خاکریز خودت به خاکریز دشمن تهاجم بکنی، ممکن از خاکریز دشمن هم استفاده بکنی، زمینه دیگه، از زمین دشمن هم استفاده بکنی. ولی داری برای چی استفاده میکنی؟ برای تهاجم به دشمن. ما تو نمودار متقارن نامتقارن یه موقع است ما میریم در زمین دشمن با قواعد خودمون بازی میکنیم. قواعد ما چیه؟ همون پروتکلایی که گفتید. ما قواعدی داریم برای اینکه توی فضای سایبر چطور عمل بکنیم. ما قواعدی داریم برای اینکه اگه این گوشی در اختیار ماست، حواسمون باشه باهاش هر عکس و هر فیلمی رو نگیریم. این پروتکل میخواد. حالا بالاخره یه عده که الان موضوع حجاب براشون عادی سازی شده، ولی خب یه عده براشون مهمه دیگه، اهمیت هم داره مهم بمونه، چون گفتم این استفاده ازش میشه. یعنی شماها ممکنه شما خودتون بگی آقا ما که حجاب داریم دیگه، برای اون کسی که بی حجاب یا کم حجابه یا حتی دختر خودمونم که یا دختر اطرافیانمونم که مقدار به حجاب اعتقاد داره مهم نیستیم. چرا مهم میدید؟ وقتی عکس شما رو هک کرد درآورد توی گروهی منتشر کرد، اون دید، برای اون یک تکیه‌گاه های این چنین تو ذهنش وجود داشت که نمیگه که هک کرده که. پس این پروتکل میخواد تو سطح تخصصی، میخوان که یه سری رساله های عملیه تو سطح خودشون بگه آقا من یک روحانیه توی سطح سواد خودم هم، حالا درجه شاید مثلا اجتهاد تو سطح نشته باشم، ولی اجتهاد کردم به این جمع‌بندی رسیدم، به عنوان علی قدان حجت الاسلام و المسلمین علی قدان یه دفترچه به شما میدم، توش پروتکل ها و شیوه های عمل توی فضای شبکه‌های اجتماعی رو برای شما چیکار میکنه؟ ارائه میده که آقا به هیچ وجه توی فضاهای داخل خونتون، به هیچ وجه توی فضای خصوصی و شخصیتون حق ندارید عکس به این شکل با این گوشیاتون بندازید. یه حکم دیگه. حالا حق نداریدش میشه با اون اصطلاحات فقهی هم درست شه ها. مثلا شما میگید آقا اصطلاح فقهیش مثلا اینکه جایز نیست، مثلا نمیدونم، شما مثلا ممکنه بگی که اونجا که گفت حرامه، من میگم که آقا الان مثلا این گوشی رو شما مثلا میگم من توی مهمونی میخوام یه عکس بندازم، اگه میبینی یه نفر توش هست که حجاب مناسبی نداره ننداز. یعنی اینا نیاز داره به این که ما میدونیم آقا این سر این جاده که دست منه، اون سرش دشمن نشست. ما از این زاویه به این جاده و به این خاکریز نگاه کنیم. ما که این پشت نشستیم، پشت اون خاکریز کی نشسته؟ موساد نشسته، CIA و نمیدونم تمام این GCHQ دستگاه اطلاعاتی. بله الان ببینید اینجا یه زمین خودی داریم، یه زمین دشمن. یه موقع از اقدام ما تو زمین خودمون با قواعد خودمونه. خب این میشه چی؟ میشه حالت اول، یعنی میشه حالت اقدام فعال، یعنی من تو زمین خودم با قواعد خودم عمل میکنم. اما این موقع از توی اقدام بعدی میرم در زمین دشمن هم با قواعد خودم عمل میکنم، اینم باز فعالانه است. یعنی حالت یک و دو خوبه، قواعد و رویه خودی تو دو تا زمین، یکی زمین خودم یکی زمین دشمن، اصلا اشکال نداره. شما میخوای تو زمین دشمن بری دیگه، با قواعد خودت عمل کن، میتونی برو. اما حالا اقدام منفرد چیه؟ اینه که شما میای از قواعد و رویه دشمن استفاده میکنی، میری مثلا به عنوان یک فردی که مسلمانی میری وارد کشور غربی میشی زمین اون، یا یک فردی که مسلمانه میره وارد زمین سایبر اون میشه، میره تو اینستاگرام، میره تو تلگرام و غیره، با قواعد اون بازی میکنه، حجابش رو میذاره کنار، نمیدونم قواعد اون رو میپذیره و اینها. خب این میشه اقدام منفعل، یعنی بدترین حالت ممکن، اقدام تو زمین دشمن با قواعد دشمن. یه حالت منفعل دیگه هم داره که در زمین خودمون با قواعد دشمن عمل میکنیم، این وضعی که الان تو قضیه حجاب حاکمه، که شما تو زمین خودتونه قواعد دشمن اومده حاکم شده و شما عملا نمیتونی قواعد خودت رو حاکم بکنی. هر کدوم اینها اگر ما اون سوی قواعد و رویه خودی باشیم اشکال نداره استفاده کنیم، فعال باشیم. اما محض اینکه منفعل بشیم داریم از قواعد و رویه دشمن استفاده میکنیم، اینجا اونجاست که گفتم ما بیام وارد شن، شروع کنم بنویسم آقا قواعد بازی ما تو این حوزه چی است، قواعد بازی اونا چی است، استفاده از قواعد بازی اونها جایز نیست، این سلفی گرفتن، اصلا این سلفی گرفتن رو میدونید که دستگاه امنیتی برای اینکه جا بندازن از یک سری از سلبریتی ها خواستن، به صورت اوایلش هم خیلی بی‌معنی بود که اینا تو مراسم اسکار دوربین اینجوری بگیرن، دو تایی سه‌تایی عکس بگیرن، اینا دستگاه امنیتی ازشون خواستن. خب سلبریتی هم دروازه نفوذن دیگه، باز این کارو کردن، بعد این باب شد، الان طرف هر جا میره گزارش میده، اینجوری میگیره خودش با بغلیش یه سلفی، تمام. آقا ما اینجا بودیم.
این دوربین اصطلاحاً روی گوشی شما، اول این دوربین نبود دیگه، این دوربین رو اومد اضافه شد، هی قوی‌تر شد قوی‌تر شد، سلفی گرفتن ها بعد اصلا مونوپد و امثال اینا رو میگیرن و دیگه خودشون فیلم میگیرن عکس میگیرن. این که ما بیایم از قواعد دشمن استفاده کنیم تو زمین خودمون یا تو زمین اون بتین حالته، اما اگه از قواعد خودمون استفاده کنیم، بله شما ممکنه بگیم از ابزارهای اینجوری استفاده میکنم، میرم توی جایی تو زمین خودم از قواعد خودم با ابزارهای اون یا تو زمین دشمن یا تو زمین خودم یه کاری میکنم که طبق قواعد خودمه. مثلا میرم فرض کن یه فعالیتی که برای دشمن یک فعالیت اصطلاحاً مخرب یا ناراحت کننده محسوب میشه، مثلا من رفتم فرض کنم رفتم مثلا یه کار مثبتی رو انجام دادم، اینو میام با این ابزار فیلم میگیرم به اشتراک میذارم، اشاعه چی میدم؟ کار تعاون و علال بر و تقوا، تعاون میکنیم در بر و تقوا، اینو میام اشاعه میدم، اشاعه منکر نمیدم، اشاعه معروف میدم، یا یک کاری که معروف نیست رو معروف میکنم، فیلم میگیرم. الان شما به این نسبتی که مثلا توی مال هاتون و این بحث بازار و گشتن و گردش در شر البقاء فی الارض، بدترین زمین بر روی زمین که میشه سوق، بازارگردی، الان داره با این رویه ها باب میشه. اما چرا مثلا ما نمیایم جاهای خوبی که میتونیم بریم و تو روایتمون هست در نقطه مقابل بازارند، اینها رو بیایم اتفاقاتی خوبی که توش میفته، فضای این چنین رو فیلم بگیریم به اشتراک بگذاریم؟ این میشه استفاده از قواعد خودتون. یعنی ما از قواعد خودمون استفاده میکنیم تو کجا؟ توی حتی زمین دشمن ما این رو فیلم میگیریم، تصویر میگیریم، به اشتراک میذاریم، افراد میبینن میگن که میشه اینجوری هم عمل کرد، میشه مثلا یه تصاویر خوبی، یه فضای خوبی رو از این زاویه به اشتراک گذاشت. خب این کارها رو میشه استفاده کرد، چرا استفاده نکنیم؟ اون دستگاه اطلاعاتی مثلا ببینه ناراحت بشه، ولی شما این رو وقتی اشاعه میدید مردم میبینن میگن که میشه کارهای خوبی اینجوری رو هم انجام داد، این کارهای خوب رو بیایم به اشتراک بگذاریم، این فعالیت خوبی به اشتراک. مصنوعی نه، همونجوری که این مصنوعی کار نمیکنه، کسی که الان داره تو مال میچرخه مصنوعی تو مال نمیچرخه، البته ممکنه بعضی از اینا رو به عنوان بازیگر ببرن که اینه که بی‌حجابن اونجا جلوه کنن ها، اما خب یه سری هم هستن کسای دیگه‌ان که دارن واقعا اونجا خرید میکنن. شما وقتی میری وارد فضایی میشی که تو اونجا یه کار عبادی انجام میشه، مثل فضای مسجد، یه دو واقعا اومدن اونجا دارن نماز میخونن، نمیشه این رو به طرز خوبی نشون داد غیر مصنوعی از این ابزار استفاده کرد، اون فضای عبادت این رو، فضای بندگی این رو، و طرف احساس کنه که یه کسی داره زیارت مثلا دعای کمیل میخونه، شب پنجشنبه است، بعد تو خلوت خودش داره اشک میریزه، جوری اینکه مزاحمش نباشید، یه فیلمی ازش میگیری، اصلاش هم اجازه میگیری، بعد آقا ببین چه خلوت خوبی داره، چه ارتباط خوبی با خدای خودش برقرار کرده. این حال خوب رو شما تو کنسرت بری پیدا نمیکنی، توی بازار بری با جیب پر با کارت پر کلی خرید کنی پیدا نمیکنی، بری نمیدونم توی پارتی پیدا نمیکنی، اینو فقط اینجا پیدا میکنی. و شما همچین تصویر رو شما اصلا سراغ داری دیدی؟ فقط ما باید تخیل کنیم این رو، ولی شما خودت تو مسجد بودی، تو جاهای این چنینی بودی، اینا رو دیدی دور و افرادی هستن که دارن لذت میبرن از عبادت، همه افراد در واقع از این فعالیت که دارن میکنن، چیزی که بهشون جلوه داده میشه اینه که آقا بری تو بازار بچرخی مثلا به این شکل لذت بخشه، بیا این کار انجام بده، اینو داره لذت بخش نشون میده دیگه.